سلام به دوستان عزیز برنامه شاخهای این درخت کهن ناصر شاهیم پر هستم خیلی مجمل صحبت های برنامه قبلی رو دنبال میکنم راجع به این گسل عظیمی که در فرهنگ و تمدن ایرانی در قرون 8 و 9 و 10 وجود داشته و این توقف عظیم که وقتی آدم مقایسش میکنه با اون شکوفایی و اون پیشرفت و, و حضور قولهای بزرگ در جامعه علمی ایران خب براش باعث تأصف البته دلایلش هم من تا حدودی که به عقلم میرسیده براتون گفتم دیگه تکرار نخواهم کرد در زمان همین شاه و بازماندگان تیمور ما شاعران بزرگی هم داشتیم مثل جامی جامی ملک و شعرای دربار شاهروخ بوده ایشون البته شاهروخ به ایشون میگفته شاعر بنگی جامی هم تریاک میکشیده و هم بنگ مصرف میکرده که شاهروخ هم به شوخی به ایشون شاعر بنگی لقب داده بوده اون مهم نیست رواج فوقلاد عظیم تریاک و بنگ و حشیش هم یه منشه ای داره که من به اختصار اشاره کردم امروز یه خودی بیشتر بهش اشاره میکنیم کار بزرگ جامی این بوده که کتاب های نظامی رو دوباره بازنویسی کنیم انگار موضوع براش قهته دسترسی به هیچ سوژه‌ای به هیچ مطلبی نداره همون خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون و اسکندرنامه و همه اینا رو با اندکی تفاوت در اسامی دو مرتبه میشینه به شعر تبدیل میکنه که این شعرها به زیبایی و به تمامیت کار نظامی هم نیست اگر از اون جلو زده بود خب سبب خوشحالی میشد چنین نشد و نوعی وقت کرد این ایام از اونجایی که کسانی که استعداد داشتند که این قافیه ها رو پشت سر هم دیگه قرار بدن یعنی با صنعت شعر آشنایی داشتند تنها کارشون همین بوده که آثار نظامی رو دو مرتبه بازنویسی کنند دو مرتبه بسازند معلوم نیست برای چی در نتیجه امروز ما کتاب هایی که به تقلید خمسه یه نظامی سروده شده اگر جمع کنیم خودش میشه یه کتاب خونه همه اینا مال این دور هاست تا دوره صفویت یک شاعر دیگه هم داشتن حلالی جختایی که خب اونم از اهالی جختا بوده آمده اینجا به فارسی شعر میگفته اون هم اسمش هم هنوز تو تذکره های ایرانی امروزی هست ولی در مقام شعر به حد قرن هفتم و قرن ششم نرسیدیم ما این همین توقف ها رو ما میبینیم در این کار اما اعتقادات مذهبی گرایش پیدا میکنه به جانبهای خرافی خرافات سایه بسیار عظیمتری میگستراند روی اعتقادات مذهبی این خرافات از چندین جا منشأ میشه یکیش از انحراف خانقاها و توجه عظیم خانقاها توجه عظیم مردم و پادشاهان و امیران به خانقاها علتش هم این بود که این دراویش بزرگ خانقاهی ادعای کرامت میکردند ادعای معجزه میکردند میگفتند که ما فکر تو را میخوانیم نمیدونم ما پشت پرده اسرار رو میبینیم اینا رو هم همه رو بدیهی است که دروغ میگفتند امروز با موازین علمی امروزی نمیشه باور کرد که کسی که مشق ننوشته کتاب نخونده در آزمانشگاه زحمت نکشیده و کار و تحصیل نکرده بتونه چیزی داشته باشه علمی داشته باشه آگاهی داشته باشه اینها کارشون به زیج نشستن بود کمتر غذا خوردن و بیشتر ذکر گرفتن و عبادت کردن و بعد از مدتی هم میگفتن که اون نور حق تابید به قلب ما و ما حالا خیلی چیزا میدونیم که شماها نمیدونید و انبوهی از جمعیت هم شیفته و واله این بودند که به اینا برسن در نتیجه میرفتن مرید اینها میشدند از اینا پیروی میکردند و این مریدها ها و اون مراد ها در خانقاه ها به خاطر اینکه یه حالی سوای این حال زمینی به این اشخاص دست بده میرفتن دنبال همین هشیش و بنگ و چرس و این حالگردانها و اشاعه این مطلب در سر تا سر سرزمین فراون بوده و این یک اعتقاد به خرافات به اون جا رسیده بوده که بعضیها هیچ کار مؤثری انجام نمیدادند مگر اینکه یک آدمی که بهش اعتقاد دارند براشون استخاره بگیره و اون بگه که الان این کار بشه یا نشه طرف میخواد عروسی کنه باید بره پیش یه استخاره کننده حالا این مشاغل مثل تعبیر خواب دعا نویس استخاره کننده فراوان و فراوانند جلوی در همه مساجد نشستند تو سینکش بازارها رو زمین یه دستوار پنگ کردند و نشستند و مردم اینها رو میشناسند برای عقد برای عروسی حتی برای حمام رفتن برای مسافرت رفتن به اینها مراجعه میکردند و اینها میگفتند بکن یا نکن اینها البته نوع پیشرفته تر اینها منجم شناخته می شدند که این منجم باشی ها در دربارها بودند و تکلیف شاهان رو مشخص می کردند. شاه به منجم باشی می گفته من این سفیر خارجی که آمده وقت ساعت میمون هست که بپذیرم منجم باشی هم رمل و اسطولاب رو شمین داخته و می گفته نه آقا سه شونزه شوال ساعت خوبیه سفیر رو تا سهشنبه 16 شوال نگه می داشتند معتل می کردند. بعد اون موقع راهش میدادند که ساعت میمون باشه همه یه کارهای پادشاهان بنا به دستور همین منجم و صلاح این منجم انجام می شده از لشکر آرایی از حرکت لشکر اردو زدن نمیدونم ازدواج کردن خوابیدن بیدار همه این کارها یه منجم باشی یه پیشگو لازم داشته که اون بهش بگی که آقا این کار خوبه یا کار این یا این بده اشتباه نکنید بزرگترین سرداران نظامی ما هم این کار رو میکردند بزرگترین پادشاهانمون هم باز این کار رو میکردند برای اینکه این خرافات بر،, بر کل جامعه سایه سنگین خودش رو انداخته حالا دیگه از مردم عادی شما چه انتظار دارید این مردم یا میبایست پیرو یک خانقاهی باشند یه پیری داشته باشند یک مرادی داشته باشند یا به یه جایی وابسته باشند که خودش که هویت خودشون رو خودشون به خودشون بشناسونند ما یه هیدری نعمتی داشتیم در جامعه ایرانی قرنها که این هی نعمتی ها در تمام شهرها وجود داشتند و گاهی اوقات به سر کول هم دیگه میریختن دعوا میکردن همدیگه می رو میزدند می میکشتند خونه هم دیگه رو آتیش میزدند اگر از یه نعمتی میپرسیدی آقا تو که نعمتی هستی یعنی چی هستی نمیتونست چیزی بگه و ما نعمتی هستی هیدری ها بده از هیدری میپرسیدی آقا تو که هیدری هستی یعنی چی هستی به چی اعتقاد داری میگم ما حقیقت میدونیم که نعمتیا ها این گرفتاری جامعه بود این گله به گله نشستن این تعبیر خواب ها هر کسی هر شب خوابی میدید بلند می شد را میفتاد یا چادر سرش میکرد یا اگر مرد بود میرفت دنبال فالگیره که تو دهنه بازار جلوی درگاه مساجد آماده نشستند یه پلیسیایی بهش میداد و میگفت من دیشب این خوابی دیدم و اونم خوابش رو تعبیر میکرد که این اتفاقات برات میفته یا این بلاها سرت ممکنه بیاد یا این خوشیها برات پیش میاد این حرفا رو بهش میزدن خب در از این دوره در کتابخانه شخصی استادم در یک فرصت کوتاهی کتابی رو برداشتم کتاب خطی رو برداشتم که نگاه کنم که این کتاب خطی مال اوایل دوره صفوی است بدیهی است که از قبل نوشته شده و حالا این در این اوایل دوره صفوی دیگه جلد شده و کتاب شده دستوراتی نوشته بود برای رفع مشکلات مردم یکی دوتا از این دستورات رو که من یادمه براتون میگم اگر شما طلبکار سمجی دارید این طلبکار مرتب به خانه شما مراجعه میکنه و آبروی شما رو میبره و به شما تحکم میکنه و پولش رو میخواد این دعا رو 300 بار در روز بخوانید و به آسمون فوت کنید تا چهل روز بعد از چهل روز سخف رو سر طلبکار شما فرود میاد و طلبکار شما میمیره شما فکرشو بکنید یارو رفته احتیاج داشته رفته یه پولی قرض کردی بعد نداده به طلبکار طلبکار اومده میگه پول منه بده باز میگه برو فردا بیا برو فردا بیا اینی که طلبکار میره فردا میاد برای این است که بدهکاره بهش میگه برو هفته دیگه بیا یا برو ماه دیگه بیا یا فردا بیا و حالا برای اینکه شر طلبکار کم کنه باید دعاهایی بخونه که سخت رو سر این طلبکار فرود بیاد و این زیر سخف بمیره یکی دیگه اگر شما پادشاهی دارید که به شما ظلمی میکنه و از دست ظلم و ستم این پادشاه یا حاکم خسته شدید روزی 300 بار یا 400 بار این دعا رو در طلوع آفتاب و غروب آفتاب بخونید و با آسمون فوت کنید اون حاکم خودش به اراده خودش میره زیر یک دیوار شکسته میشینه و اون دیوار روش آوار میشه و زیر آوار این حاکم میمیره و شما شرش شاهد میشه همین کتاب برای معالجه ی مشمشه اسب هم دعا داشت که اگه اسب شما دچار مشمشه شده این دعا رو بخونید و به اسب فوت کنید اسب خوب میشه شما ببینید اگر قرار باشه که تمام پدیده های زندگی تمام ارتباطات زندگی انسان ارتباط پیدا کنه به ماورا و طبیعه ارتباط پیدا کنه به یک عالم غیبی و یک نیروهای غیبی و خودش برای علاج این مسائل یا حل این مسائل هیچ گونه اقدامی نکنه و هیچ گونه اقدامی رو متصور نباشه جامعه چه خواهد شد همه چیز قرار است که از پشت پرده اسرار از غیب از آسمان ها از ملائکی که این آقا میفرمایند بیاد خب این انسان دیگه وظیفه ای در زندگی نداره حکمی برش صادر نیست کاری نباید انجام بده همه کارها بر اساس مشیت الهی است و همه امور رو نیروهای ندیدنی در آسمان ها در عالم لاهوت برای ما حل می کنند ما فقط باید این دعاها رو بخونیم ما باید این تلس با برداریم تو دودکشمون آویزون کنیم ما باید این استخون رو روش بدیم این آقا این دعا رو بنویسه فلان جا بگذاریم باطل سهر کنیم سهر کنیم جامعه فکری ایران زیر سایه این قشر عظیم خرافات به خواب رفته این مقدمه برای ورود ما ایرانی ها به جهان جدید میخواستم این مطالب رو ارز کنم این زمانیه که جهان به ناگهان دچار دستخوش تغییرات عظیم میشه اگر یادتون باشه من یک اشاره کوچیکی کردم به جنگ صلیبی و اینکه در جنگ صلیبی سلیبی مغرب زمینی ها مردمان سرزمین اروپا که بنا به حکم پاپ میرفتن به جهاد با اورشلیم از راه های دور و نزدیک دریا نوردی رونق بیشتری گرفت که مردم از طریق دریا امتر و راحتتر رو بیاره برسونه به منطقه اورشلیم خب این رونق کشتیرانی همچنان ادامه پیدا کرد حقیقت امر این است که توسعه کشیرانی باز مسبوق به یک سابقه است که ما مسلمان ها درش بی اثر نیستیم امیدوارم که این آقای رضوی و امثال هم دوستان اهل منبر باز این مطالب رو گوش کنند اگر خلاف این هست باز هم با من تماس بگیرند اون این است که البته تا قبل از اسلام در دوره ساسانیان ما در کشتی رانی حرف اول رو می زدیم در یکی از یکی از بزرگترین کشتی سازها و کشتی رانهای دنیا بودیم اما از دوران اسلامی به این طرف کار تجارت و تجارت راه های دور آرام آرام برای ما ساکن شد به دلیل تغییر شرایط که عرض می کنم. اما حالا در این دوره این عثمانی ها آمدن قسطنطنیه رو از رومی ها گرفتند و راه اروپایی ها به آسیا از طریق زمین به کلی قطع شده بالاترین حد تجارت مغرب زمینی ها همین کشورهای فعلی اروپا که در آن زمان به این شکل نبودند این مرزبندی ها نبوده اینها به انواع محصولات هندی و چینی احتیاج بسیار زیادی داشتند عمده غذای اروپایی ها کلم بوده و گوشت در شرایطی که برق نیست یخچال نیست گوشت رو هم چند روز میشه نگه داشت معمولا این گوشت ها رو نمکسود میکردند و به هر حال موقع که مخواستن مصرف بکنن بوی تعفن میداد در نتیجه بالاترین و گرانبهاترین کالا برای اونها ادویه هند بوده خب حالا محصولات هندی غیر از پارچه غیر از این ادویه ها و آج و محصولات سایر کشورها خود ما ابریشم و قالی و منسوجات خیلی چیزهای دیگه که ما صادر می کردیم پارچه های زربفت پارچه های پاچه های پشمی اعلا که در نقاط مختلف ایران تولید می کردیم ما و اینها رو صادر هم می کردیم همه اینا بود حالا این راه تجاری اروپایی قطع می شی. اروپایی ها به تقلا و تجلا می, ر... می که بتونن راه های دیگری پیدا کنند که به تجارتشون با مشرق زمین ادامه بدند برای پیدا کردن راه هند آمریکا رو کشف خود این میشه یک تغییر و تحول بزرگ ناگهانی در جهان مغرب زمین بعد ماجلان با کشف دماغه امیدنیک راه هند رو پیدا میکنه در نتیجه این راه زمینی عثمانی که اروپا رو به آسیا متصل میکرد دیگه بلا مصرف میشه دیگه راه دریایی باز میشه با گشایش راه دریایی اروپایی ها به بالاترین حد ثروت و مکنت میرسند یادم نیست در کدام کتاب خواندم که اولین کشتی تجاری اسپانیایی که میرسه به بنادر هند و کشتیش رو پر میکنه از کالاهای هندی و برمیگرده به اسپانیا سرمایش شست برابر میشه اینقدر کالاهای هندی یا کالاهای آسیایی مرد نیاز اینا بوده داشتم راجع به این کشتیرانی صحبتی کردم همین کشتیرانی هم به تدریج در مغرب زمین توسعه پیدا میکنه و از ما مردم جهان اسلام جلو میزنه چگونه اینی که ما مسلمان ها ما کشورهای مسلمانی که حد واسط هستیم بین آسیا و اروپا یعنی همین سرزمین هجاز همین سرزمین شامات و همین ترکیه فعلی و ایران اگر دقت کنید ماها یا حایل بز پهن بزرگی هستیم بین اروپا و آسیا ما مسلمانان در اثر مراودات بسیار زیادی که با چینی ها داشتیم از چینی ها بسیار چیزها می آموختیم مثلا بادبان کشتی ها چارگوش بود و این کشتی میتونست مطابق بادی که از مثلا شمال به جنوب یا شرق به غرب میوزه بره و سب کنه سال دیگه مسیر باد عوض شه این برگرده چینی ها آمدن این بادبان ها رو مسلسی شکل کردند و یه وسیله حرکت هم براش گذاشتن که این مسلس این طرف اون طرفی هم بشه در نتیجه دیگه احتیاج نبود که باد موسمی یک کشتی رو ببره و بیاره در سال میتونه سه بار چهار بار این مسیر رو بره و بیاد چینی ها بودند که فکر کردند که این دکل های کشتیار ها رو زیادتر بکنند و این بادبان ها رو به تا و پنجتا و هفتا تبدیل بکنند ما مسلمان ها از اونا یاد گرفتیم کشتی های آنچنانی ساختیم این با این کشتی ها به سرزمین های مغرب زمین رفتیم برای کار تجارت و این رو به اروپایی ها یاد دادیم چینیا ها قطنما ساختند ما اون قطنما رو استفاده کردیم باز از این دست گرفتیم دادیم به اونها اما اروپایی ها قطنما رو توسعه دادند و تکمیل کردند همین کاغذی که ما مسلمان ها از چینی ها ساختنش رو یاد گرفته بودیم به فرنگی ها به اروپایی ها یاد دادیم اونها ساختنش رو توسعه دادند و تکمیلتر کردند و کاغذ آسانتر، سریعتر و تری تولید کردند چاپ هم در چین وجود داشت هنوز در موزه های کره چین اون مناطق دنیا کلیشه های چوبی چاپ 800 سال پیش 900 سال پیش وجود داره خود منم هم دیدم این چاپ رو هم اروپایی در 1445 به وسیله گوتنبرگ تبدیلش کردن به یه ماشین پیشرفته تری و سریع تری در نتیجه وفور کاغذ امکان سریع چاپ سبب توسعه و توسعه نشر شد نشر علوم حالا این مردمی که راه حیاتیشون بسته شده و برای بازگشایی راه های جدیدی برای ادامه حیاتشون شروع کردن به کشف دریاها و قاره جدید کشف کردن راه هند رو پیدا کردن و تجارتی رو که به وسیله ما مسلمان ها انجام می شود. این واسطه هم برداشته شد و خود اونها شروع کردن مستقیما با هند وارد معامله شدن یا با چین خب و از طرفی مدت زمانی هم است که بورژوازی در این مناطق اروپایی پا گرفته، مناسبات شهری داره تغییر میکنه، از لباس و خانه و نمیدونم آداب معاشرت، همه چی داره تحت تاثیر بورژوازی قرار میگیره و کاخهای فودالیسم یکی پس از دیگری داره ویران میشه و یک نظام جدید جانشینش میشه این نظام جدید مستلزم کار و زحمت طاقت فرساس که از عدالت هم به دور بوده راجبش رمان ها و کتاب ها و تاریخ های زیادی هم نوشته شده که یک نفر مغرب زمینی در روز 16 ساعت کار میکرده و در پسترین کلبه ها و در بدترین رخت خواب ها میخوابیده اما چرخ این صنعت میچرخونده بله این زورگویی که بد بود این مشقتی که به مردم تحمیل شد بد بود اما یک جهانی رو بنیان کرد که بعد این کارگرها تونستند با افزو افزود شدن به عددشون یک جمعی بشن و این جمع تصمیم گیرنده بشن متحد بشن اتحادیه بسازند و حقوق خودشون رو بگیرن ساعت کار رو کم بکنن و این نوع مبارزه طبقاتی حتی سبب میشه که تأثیراتی در شکل و نوع حکومت ها هم به وجود بیاد و این دلیله که در انگلستان زودتر از هر جای دیگری دموکراسی برقرار میشه مجلس و پارلمان برقرار میشه حالا ما در جهانی هستیم که ما در زمانی هستیم که اروپا مثل برق و باد داره جلو میره ماشین چاپ رو ساخته با استفاده از اختراعات و ابداعات کلاسیک و قدیمی چینی ها کشتی های محکمتر و سریعتر و بهتری ساخته و با کشتی ها افتاده آقای آبهای دنیا شده کما اینکه وقتی میان پرتغالی ها میان جزایر جنوب ما رو میگیرند ما هیچ وسیله برای پس گرفتن جزایرمون نداشتیم آلبوکرک میشه سلطان و شاه جزایر جنوب ایران میمیره نمیدونم بازماندگانش همچنان در هرمز حکومت میکنند مالیات میگیرند از خود ما برای کالاهایی که رد و بدل میکنیم عوارض میگیرند ما هم نفسمون نمیتونه بر بیاد برای اینکه ما وسیله کشتی نداریم ما جنگنده داریم پهلوان داریم که برن با اینا به جنگل. ولی وسیله نداریم که بریم اونجا و جزیره خودمون رو پس بگیریم تفاوت یک مرتبه در این حد ظاهر میشه مردم جوینده شدند مردم پرسشگر شدند در شهرهای مختلف اروپا بدون تشویق کسی خود جوانها مردم میان کلوپهایی درست میکنند پول میذارن جایزه تعیین میکنن برای اینکه چه کسی به سرعت این معادله دو رو حل بکنه و بعد وقتی یک نفر پیدا میکنن که 20 تا معادله رو در کمتر از نیم ساعت حل میکنه دور برش جمع میشن دیگه وقت به معجزه هم اعتقاد ندارن به نیروهای غیبی هم اعتقاد ندارن میگن آقا تو چه کار کردی که ظرف 20 دقیقه نیم ساعت تونستی 24 تا معادله دو مجهوله رو حل کنی بیا به ما یاد بده. برای ما برای حل هر کدوم از اینا یک هفته یک ماه دو ماه وقت میذاریم خودشون از خودشون میبرسن که چجوری میشه وزن زمین رو پیدا کرد یه نفر میگه من این کاری میکنم میاد یک متر مکعب خاک رو وزن میکنه و بعد میاد اندازه های زمین رو به دست میاره قطر زمین رو به دست میاره حجم زمین رو پیدا میکنه زب در این عدد میکنه یه نفر دیگه میگه آقا فاصله ما تا ماه چقدره باز یکی دیگه میگه آقا این با ترسیم یک مثلث که قاعدش رو زمین باشه و نکه این مثلث بخوره به ماه من میتونم این فاصله رو تعیین کنم از روی قاعده از لا مثلث من میتونم این فاصله رو پیدا کنم و پیدا می فاصله ای که این آدم در قرن 15 هم پیدا میکنه با اون چی که امروزه پیدا شده فاصله بسیار بسیار اندکی داره این مردم سوال کننده میشن و عمرشون و زندگیشون رو هستیشون رو میذارن برای پیدا کردن پاسخ به این سوال این است که در سرزمین ما به دلیل اشاعه خرافات مذهبی نه خود مذهب به دلیل اشاعه شدید خرافات مذهبی و اعتقاد به نیروهای غیبی و اینکه من کسی نیستم من قبل از اینکه به دنیا بیام رو پیشونیم نوشته شده که تو این دنیا چه کاره میشم چه مرضایی میگیرم و بعد از چه مرضی میمیرم با کی ازدواج میکنم و چه فرزندانی از من به وجود میاد شغلم چه خواهد همه اینا قبلا نوشته شده من دیگه هیچ کارم خب این طرز فکر این طرز اندیشه در سرزمین ما ساری و جاری است این ولی اون طرف در مغرب زمین به خاطر برخورد با واقعیت راه حیاتیش بسته شده باید این راه حیاتی رو باز بکنه دنبال چاره میگرده و بیشتر از اون چاره جلو میره یک مرتبه میشه آقای تمام آبهای دنیا راه میفته اون وقت تو دنیا که ببینه دنیای دیگه خارج از خودش چه خبره که این نهله شق شناسا تشکیل میشه وقت ندارم که داستان ترجمه اوستا رو به وسیله یک جوان 21 ساله فرانسوی براتون تعریف کنم که یک جوان 21 ساله فرانسوی میره در موزه و یک صفحه ای رو میبینه که دورش زنجیر بستن ازش محافظت کردند و میپرسه این چیه؟ این چه چی خطیه؟ میگن این خط دین قدیم ایرانیانه و این جوان کار و زندگیش رو راها میکنه که بره اصل این کتاب رو گیر بیاره این زبون رو یاد بگیره و این رو به زبان فرانسه ترجمه کنه و بیاره بده به این موسی و بعدا بره پیکارش و چنین میکنه دوازده سال کوشش میکنه فارسی یاد میگیره به هند میره یکی از زبانهای محلی هندی رو یاد میگیره با پارسیان هندی در تماس بوده اونا کلا سرش میذارن پولاشون میخورن اوراق جلی بهش میدن بعد از چند سال میفهمه بالاخره این زبان اوستایی رو یاد میگیره و نسخ اوستا رو ترجمه میکنه میاره میده به موزه پاریس میگه خدا حافظ من رفت وقتم تموم شد شب و روز بخیر